همراه میشیم با عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین. خیلی خوش آمدید. با توجه به کسری بنزینی که وجود داره با وضعیت فعلی تولید و مصرف، حکومت اصلا چه راههایی داره برای تامین بنزین؟ درود به شما. من واسه راه حلی که حس میکنم که دوستان جمهوری اسلامی و مدیران دولت فعلی تر اندیشیدن، همجوری که ارجاع میدم بینندگان عزیزتون رو به مصاحبه یک ماه پیش معاون وزیر نفت که عملا گفتش که ما توانایی تولید روزانه 130 میلیون لیتر بنزین رو داریم. این 130 میلیون لیتر با توجه به ظرفیت مشخص پالایشگاه‌های ما که عملا در بهترین حالت نزدیک 107 تا 108 میلیون لیتر روزانه است، نشون میده که دولت واسه لااقل دوران نوروز، تعطیلات نوروز، با استفاده از ظرفیت پالایشگاه ها و استفاده از نفتا و بازآفرینی اون و پالایش اون در پالایشگاه میتونه این کمبود رو جبران کنه و از این بابت هم خیالشون تقریبا راحته و واسه شون هم مهم نیستش که حالا اون استفاده از این ظرفیت چه اتفاقی تو محیط زیست و آلودگی هوا به وجود میاره. و این حذف کارت سوخت برای جایگاه داران چه تأثیری میذاره روی دسترسی برای دقیقا این همون موضوعی که شما در همون ابتدای گزارششون اشاره کردین. دولت به دلیل اتفاقایی که توی 5 ماه گذشته در رابطه با کشته شدن دختر ایران مهسا امینی عزیز اتفاق افتاد، خیلی پیشتر از اینها تلاش میکرد که قیمت بنزین رو افزایش بده، چون ما عملا توان تولید بیشتر از اینو نداریم و مدیریت کنیم با افزایش قیمت بنزین. اما با توجه به اعتراضاتی که بوده و ترسی که دولت و حکومت از اعتراضات بعد از این داره، سعی میکنه که محدود کنه عرضه بنزین رو، یعنی کارت سوخت‌ها رو تعطیل کنه، کارت سوخت‌ها رو متصل کنه به کارت‌های بانکی و یا پلن دیگه‌شون اینه که میزان مصرف هر فرد ایرانی مشخص بشه، یعنی سهمیه بنزین رو به هر فرد ایرانی بدن، نه به خودروهایی که داره حالا در کشور تردد میکنه، و اینجوری این کمبود رو مدیریت کنن تا شرایط مقدار فراهم بشه، قیمت رو افزایش بدن و بعد حالا بتونن واردات کنن یا پالایشگاهی بسازن و تولید رو افزایش بدن. در هر حال قیمت رو اینا دیر یا زود باید گرون کنن و میکنن. این خودروسازی داخلی و حالا وضعیت حمل و نقل عمومی چه تأثیری داره تو این افزایش مصرف بنزین؟ به این خودروسازی داخلی ما که اولا به واسطه فساد و اون رانت اطلاعاتی و رانت های خاصی که در رسانه های ما داره، اولا در همه این سالها نقش پررنگش در آلودگی هوا و مصرف بیش از اندازه بنزین رو گردن نهادهای دیگه انداخته. همین الان شما 2-3 سال اخیر من مثال بزنم، انقدری که همه رسانه ها به مازوت سوزی پرداختن، هیچ رسانه‌ای شما نمیبینید در ایران که به وضعیت عجیب غریب خودروهای داخلی ایران، تولید داخل ایران بپردازن که اینا 2 برابر میانگین جهانی دارن بنزین مصرف میکنن و بنزینی مصرف میکنن که عملا هیچ نوع استانداردی نداره. یعنی شما در هر شهر ایران برین بنزین بگیرین، یک رنگه، یک جا بنزین نارنجیه، یک جا بنزین سبز به شما میدن، یک جا بنزین سوپر میدن، عملا سوپر نیست. میخوام بگم که این امپراتوری رسانه‌ای که خودروسازان بزرگ ما دارن تو این چندین سال کمک کرده که همه این اتفاقها و نابهنجاری هایی که ایجاد شده در بخش آلودگی هوای ما، هوای ایران، گردن نهادهای دیگه و بخشای دیگه بیفته و خودروسازان خودشون رو مبرا بدون از این فاجعه محیط زیستی که تو ایران به وجود اومده. سپاسگزارم. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین همراه ما.